سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم امیدوارم حال دلتون عالی عالی باشه دوستان قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم ازتون میخوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید باز سپاس خلاصه یه کتاب بازی واقعیت اثری از, از ساموئل ولی از کانال آموزش انگیزشی لیل و جویان شبکه های اجتماعی بیش از هر زمان دیگه همچون سلاحی در دست حکومت های اقتدارگرا قرار گرفتند این حکومت ها در جای جای جهان لشکرهایی از روبات ها و حساب های جلی در اختیار دارند مأموریت اونها اغلب آزار و اذیت روزنامه نگاران و بدنام کردن مخالفانه جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی در ماه پیش از قتل خودش لحظه ای از تمسخر توهین و تهدید حساب های وابسته به دولت عربستان در امان نبود پس از آنکه در سال 2018 خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی حرف از نقش دولت در قتل او میزدند اما ربات های وابسته به عربستان در مده خاندان سلطنتی می نوشتن و اونها رو بیگناه می دونستند. نباید تصور کرد که تنها دیکتاتورها از تسلیحات دیجیتال استفاده می کند کشورهای دموکراتیک هم کاملا در امان نیستند در انتخاب ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا تیم تبلیغاتی دونالد ترامپ هزاران حساب جلی در شبکه های اجتماعی ساخت تا نظرات اون رو ترویج بده ترامپ و هواداراش حتی خود عبارت اخبار جلی رو به ابزاری برای مقابله با رسانه های رسمی و ترویج اخبار دروغین تبدیل کردند. آن سوی اقیانوس اطلس هواداران جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روش های مشابهی به کار گرفتند هم ترامپ و هم هواداران برگزیت تونستند با نشر اخبار نادرست به پیروزی دست پیدا کنند حالا کار به جایی رسیده که کمپین های شایع پراکنی در شبکه های اجتماعی میتونن زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کنند مسئله تنها گروه ها و شخصیت های سیاسی نیستند شایع پراکنی گاهی هم انگیزه های مالی داره استفاده از تیترهای جنجالی راهی برای جذب مردم به وبسایت هایی که از تبلیغات کسب درآمد می کنند این نوع تلاش برای فریب دادن کاربران رو نمیشه تنها یکی از عوارض جانبی توسعه فناوری دانست شبکه پیچیده از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در پشت این جریان نهفته است. بنابراین مسئله نه خود شبکه های اجتماعی بلکه سوء استفاده از آنهاست شبکه های اجتماعی کاربردهای مفید فراوانی دارند. اما باید بدونیم که چگونه جلوی استفاده های ناروا از ابزارهای دیجیتال رو بگیریم. انگیزه اصلی گردانندگان وبسایت ها و شبکه های اجتماعی مثل هر بنگاه دیگه کسب سوده بنابراین در شکل گیری و توسعه این شبکه ها اغلب ملاحظات کافی برای مقابله با اطلاعات غلط در نظر گرفته نشده این شبکه ها اکنون جای رسانه های رسمی رو گرفتند اما نظارت بر اونها بسیار کمتر از نظارت بر اون رسانه هاست ساموئل وولی در کتاب بازی واقعیت نگاهی به تاثیرات دروغ پراکنی در شبکه های مجازی میندازه هدف این کتاب نه ترسیم تصویری تیره و تار از آینده بلکه یافتن راهکاری برای بازگشت اعتماد اجتماعی و تقویت نهادهای دموکراتیک فولی عقیده داره که برای مقابله با شایعه پراکنی باید هرچه سریعتر دست به کار شد دولتها شرکتها و مردم عادی هر یک مسئولیتهایی در مبارزه با اخبار جعلی دارند با گسترش فناوریهای جدید همچون هوش مصنوعی و واقعیت مجازی خطر دروغ پراکنی از هر زمانی بیشتره بنابراین ضرورت افزایش آگاهی و توانایی تشخیص حقیقت از هر زمانی بیشتر احساس میشه کتاب های صوتی از کانال لیل ماجویا با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم فصل اول رسانه ها در گذشته اعتماد به نهادها رو تقویت می اما امروز به اون لطمه می اعتماد به نهادهای دموکراتیک حالا از هر زمانی کمتره. نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 نشون داد که در 45 سال گذشته تعداد آمریکایی‌هایی که به کنگره اعتماد دارند از 43 درصد به 11 درصد رسیده اعتماد به بانک ها نصف شده حالا تنها 38 درصد از افراد میگن که به نهادهای دینی اعتماد دارند مقداری که در مقایسه با 65 درصد در اوایل دهه 1970 کاهشی قابل توجه داشته حتی اعتماد به نظام پزشکی ایالات متحده هم در این مدت از 80 درصد به 36 درصد رسیده هرچند اعتماد به نهادهای علمی کاهش چشمگیری نداشته اونها هم ارج و قرب چندونی ندارند سر و صدای مخالفان واکسیناسیون مخاطبهای زیادی رو جذب میکنه اونها با شور و حرارت از خطر ابتلا به اوتیسم در صورت واکسینه شدن میگن و واکسن ها رو توطعه حاکمان برای ناقص سازی مردم میدونند بسیاری از افراد در مسائلی مثل تغییرات اقلیمی و اصلاح ژنتیکی محصولات کشاورزی و دامی حرف مراجع علمی رو نمیپذیرند ویدیوهایی در یوتیوب که میگن دانشگاه ها محل شستشوی مغزی چپگرایانه میلیون بار مشاهده میشه این مسئله منحصر به ایالات متحده آمریکا نیست در کشورهای دیگه مثل برزیل، ایتالیا و آفریقای جنوبی هم که معمولا اونها رو دموکراتیک میپنداریم شاهد روندهای مشابهی هستیم واقعا چه خبره؟ چرا شهروندان اینقدر به نهادهای دموکراتیک بیاعتماد شدن؟ پاسخ این سوال رو باید در شیوه استفاده از رسانه ها برای درک واقعیت جست تا پیش از آغاز اصر دیجیتال بیشتر مردم فقط مخاطب رسانه ها بودند در اون زمان جریان حرکت اطلاعات تنها در یک جهت بود یه نفر صحبت میکرد و عده بسیاری گوش میکردند هر یک از گویندگان شبکه های تلویزیونی و ستون نویسان روزنامه ها هزاران شنونده یا خواننده و مخاطب قرار می دادند. هر سخنی پیش از آنکه در تلویزیون رادیو یا روزنامه منتشر بشه باید راستی آزمایی می شود. البته توت انگاران مثل هر کس دیگه اجازه داشتند که برای روزنامه های معتبری مثل نیویورک تایمز نامه بنویسند اما روزنامه ها هم حق داشتند تصمیم بگیرند که این نوشته ها رو منتشر کنند یا نه این رویه باعث می شد که میلیون ها شهروند که اطلاعات رو از منبع مشترکی دریافت می کردن تصور مشابهی از این که چه چیزی درست و واقعی داشته باشه به همین دلیل اعتماد عمومی در جامعه تقویت می شود. در سالهای اخیر وضعیت تغییر کرده حالا دیگه اطلاعات با الگوی چند به چند حرکت میکنه هر کسی میتونه محتوا تولید و تمامی کاربران به نوشته ها و گفته های دیگر کاربران عادی توجه نشون میدن دیگه برای انتشار نظرات خودتون نیازی نیست مسئولانه شبکه یا روزنامه رو قانع کنید در دنیای وب خودتون ناشر خودتون هستید پیشگامان اینترنت امیدوار بودند که آغازگر دوران طلایی آزادی بیان و مشارکت اجتماعی باشند اما نباید تصور کرد که همه افراد در شبکه اجتماعی قدرت برابری دارند مانند هر رسانه دیگری از شبکه های اجتماعی هم میشه برای کنترل افکار مردم استفاده کرد علاوه بر تولید کننده های عادی محتوا ادهی از صاحبان ثروت، قدرت و فناوری هم در این محیط دست بالا رو دارند در ضمن تعداد هر چند انگوش شماری از شرکت ها نیز فضا رو کاملا در دست خودشون گرفتند تفاوت مهم این شبکه ها با رسانه های سنتی اینه که صاحبان این شبکه ها در برابر مطالب منتشر شده مسئولیت چندانی ندارند از اونجا که مقررات و نظارت در شبکه های اجتماعی ناچیزه این فضاها به بستری برای پرورش اخبار دروغین تبدیل شدند گروه های سازمان یافته از انسان ها و ربات ها شبانه روز به دروغ پراکنی مشغولند در این محیط گلالود که با آسانی میشه از الگوریتم های اون سو استفاده کرد تشخیص راست و دروغ دشواره. هر یک از ما هر روز در معرض دهها خبر درست و غلط قرار میگیریم یک نظرسنجی در بریتانیا در سال 2018 نشون داد که 64 درصد بریتانیایی ها برای تشخیص اخبار واقعی و غیر واقعی با دشواری مواجه جای تعجب نیست که در چنین فضایی بی اعتمادی به اوج خودش برسه اصلا نمیدونیم که به چه کسی باید اعتماد کنیم فصل دوم اخبار جعلی با انگیزه های تجاری یا سیاسی از تمایل مردم به تفکر نقادانه سوء استفاده می کنن. جسد معمور اف بی آی که مشکوک به پخش ایمیل های هیلاری کلینتون بود پیدا شد به نظر میرسه که او مرتکب خودکشی شده در اوایل نوامبر 2016 این تیتر تکان دهنده در سایتی به نام ون گواردیان منتشر شد این سایت خود را قدیمی ترین منبع خبری ایالت کلرادو معرفی میکرد در اون گزارش که درست سه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد هیلاری کلینتون که در اون زمان کاندیدای حزب دموکرات بود تلویحا متهم به مشارکت در قتل برای لاپوشونی رسوایی ها شده بود طولی نکشید که هزاران نفر روی این تیتر کلید کردند کار به جایی رسید که در هر دقیقه صد صفحه در فیسبوک این گزارش رو همرسانی میکرد تنها یک مشکل وجود داشت این خبر درست مثل خبرگزاری منتشر کنندش جعلی بود در گزارش دنور گواردیان ذره حقیقت وجود نداشت دنور گواردیان قدیمی ترین منبع خبری ایالات کلرادو نبود بلکه وبسایتی بود که تنها چند ماه پیش از انتشار این گزارش ساخته شده بود به جز این گزارش مطلب دیگری در سایت وجود نداشت نویسنده گزارش یک سرمایهگذار کالیفرنیایی بود مالکیت وبسایت رو هم خودش در اختیار داشت و تنها هدفش هم از انتشار این گزارش کسب درآمد از تبلیغات بود او متوجه شده بود که بهترین راه برای دیده شدن تبلیغات شایع پراکنی درباره رقابت‌های انتخاباتیه. کلر در کسب درآمد از شایعه پراکنی بسیار موفق بود او از این شایعه چیزی بین ده هزار تا سی هزار دلار در ماه پول درآورد کولر بعدها علنا گفت که گزارشی که منتشر کرد با تمام جزئیاتش دروغ محض بود او گفت مردم میخواستن این رو بشنوند نام تمام افراد و مکانهای ذکر شده در اون گزارش صرفا زاده ی تخیل کلر بودن تیم او در شبکه های اجتماعی خبر رو پس از انتشار بر سر راه هواداران ترامپ قرار دادند و همین سبب شد این مطلب خیلی سریع در همه جا پخش بشه تفاوت کلر با دروغ پراکنهای شناخته شده تر این بود که انگیزه او کاملا مالی بود حرف کلر درست بود مردم دوست دارند چنین چیزهایی رو بشنوند اما چرا بسیاری هنوز به دنبال اون نوع اخباری هستند که خبرگزاری های معتبر منتشر می کردند. برای همین هم دنور گواردین ادعا می کرد که قدیمی ترین منبع خبری کلرادو است علاوه بر اون مردم دوست دارند که تعتوی ماجرا رو در بیارند در گذشته خبرنگاران با راستی آزمایی اخبار به این نیاز پاسخ می دادند. اما با کمرنگ شدن این نقش دروخ پراکنهایی پدیدار شدند که عبایی از جعل منابع خبری یا جا زدن های بی اساس به جای تفکر انتقادی ندارند حالا زحمت راستی اخبار بر دوش مخاطبان اونها یعنی مردم عادیه و طبیعیه که اونها همیشه از پس چنین چیزی بر نمیان توطعه انگاری چیز جدیدی نیست مردم همیشه تلاش میکردند که دست حاکمان رو بخونند در هر جامعه شایعاتی درباره رسوایی‌ها، ها توطعه های پشت پرده و لاپوشونی ها وجود داشته اما در دهه های اخیر شایع پراکنی شکل تازه‌ای به خودش گرفته در گذشته نظریه های توطعه به کندی پخش می شدن. شایعه های غیر قابل اثبات مربوط به اعمال شرورانه شاهان و رئیس جمهورها به ندرت به گوش همه می رسیدند اما در فضای مجازی وضعیت فرق می کنه. در شبکه های اجتماعی نظریه های توطعه سریعتر پخش می شه و به افراد بیشتری میرسه. کاربران در شبکه های اجتماعی به صورت ناشناس چیزهایی رو میگن که حاضر نیستن در دنیای بیرون به زبان بیارن کیو اینون نمونه از این نظریه های توت است هواداران کیو اینون که از راستگرایان افراطی ایالات متحده هستند در دوران ریاست جمهوری ترامپ می گفتن که دسته ای از مقامات حکومتی که دولت پنهان نامیده میشند علیه رئیس جمهور دسیسه چینی میکنند این توت انگاران همچنین اعتقاد دارند که شخص میهن پرست گمنامی که کیو نامیده میشه به دولت نفوذ کرده او به این دلیل کیو نامیده میشه که ادعا میکنه دارای سطح دسترسی کیوست یعنی بالاترین سطح دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده در ایالات متحده اخباری با امضای کیو گهگاه در شبکه های اجتماعی دیده می شد. مثلا کیو ادعا کرده که سیاستمداران لیبرال در زیرزمین یک پیتزا فروشی محفلی برای سوء استفاده جنسی از کودکان برپا کردند. ادعاهای کیو به سرعت در شبکه های اجتماعی میپیچه. پیچه. گروه های از فعالان راست افرادی این ادعاها رو پس از انتشار اولیه به سایت های بزرگتر مثل ردیت و توییتر میبرند اونها برای این کار از ربات استفاده می کنند برنامه هایی که کارهایی مثل همرسانی محتوا یا پیامرسانی در شبکه های اجتماعی رو به صورت خودکار انجام میدن پس از مدتی مردم عادی هم نظریه های توتعه رو تکرار می کنند و کمی بعد رسانه های سنتی هم درباره اون صحبت می کنند. این باعث میشه شایعه به گوش آدم های بیشتر و بیشتری برسه مسئله اینه که این شایعه ها به ساز و کارهای دموکراتیک لطمه میزنه به گفته کیو انان لیبرال ها به دنبال برانداختن تمام ارزش های آمریکایی هستند فردی که چنین چیزی رو قبول میکنه طبیعتا قانع میشه که لیبرال ها حق ندارند بر آمریکا حکومت کنند حتی اگر در انتخابات رأی بیارند حالا چرا شرکت هایی مثل فیسبوک و توییتر جلوی این توطعه پردازی ها رو نمیگیرند؟ اونها فکر میکنند که نظارت بر گفتار کاربران وظیفهشون نیست در زم مگر همه مردم حق آزادی بیان ندارند شرکت های گرداننده شبکه های اجتماعی در مقابله با ربات هایی که نظریه های توتعه رو ترویج می کنند هم ناکارآمد بودند این وضعیت فضایی ایجاد کرده که انواع و اقسام توتعه انگاران میتونن از اون بهره ببرند در فصل بعدی میبینیم که شخصیت های سیاسی مطرح هم به مرور دارند استفاده از این فضا رو یاد میگیرند فصل سوم نخستین بار در ایالات متحده ربات ها در رویدادهای سیاسی دخالت کردند در اواخر سال 2013 اوکراینی ها برای اعتراض به رئیس جمهور این کشور ویکتور یانوکویچ که وابسته به روسیه بود به خیابون ها اومدند واکنش دولت روسیه که یانوکویچ رو متحد دیرین خودش میدونست تهاجمی اینترنتی بود هزاران کاربر بر ربات شبکه های اجتماعی رو پر کردند و به دروغ پراکنی علیه معترضان اوکراینی پرداختند روزها در انتخابات سال 2016 ایالات متحده نیز راهبرد مشابهی را در پیش گرفتند در اون زمان بسیاری از ناظران تصور می‌کردند که این نخستین باریه که از شبکه های اجتماعی برای ضربه زدن به حریفی سیاسی سو استفاده میشه اما واقعیت چیز دیگه ایه. در سال 2010 مردم ایالات ماساچوست برای انتخاب سناتور به پای صندوق های ره رفتند رقابت میان دو نفر بود اسکات براون نامزد جمهوری خواه و مارتا کوکلی نامزد دموکرات پیروزی کوکلی به نظر قطعی می رسید چندین دهه بود که ماساچوست پایگاه لیبرال ها بود تیت کندی سناتور دموکرات که مرگش باعث برگزاری این انتخابات زود هنگام شده بود از سال 1962 این ایالت رو نمایندگی کرده بود در ماه نزدیک به انتخابات اما ناگهان محبوبیت براون افزایشی چشمگیر گیر یافت در همون زمان محققان علوم رایانه در دانشگاه ویسلیان متوجه اتفاق عجیبی شدند. به نظر می رسید که هزاران حساب تویتری در حمله برنامه ریزی شده علیه کوکلی با یک دیگه همکاری می کنند. اونها به او این اتهام رو وارد کرده بودند که با کاتولیک ها سر دشمنی داره در ایالتی مثل ماساچوست که بخش بزرگی از جمعیتش کاتولیک های دو آتشه چنین اتهامی بسیار سنگینه این حسابها هیچ سابقه فعالیتی نداشتند اونها دنبال کننده های زیادی نداشتند و فقط همدیگر دنبال میکردند یا تعدادی کاربر بی ربط رو که انگار تصادفی انتخاب شده بودند اکثر اونها تصویر روی پروفایل خودش نذاشته بودند اگر هم تصویری در کار بود معلوم بود که اون رو از اینترنت برداشتند مطلبی درباره هیچ چیز غیر از کوکلی در صفحه به چشم نمیخورد و منظم بعضا هر ده ثانیه یک بار علیه او توییتی منتشر میکردند واضح بود که اینها رباتند اما چه کسانی پشت اونها بودند محقق ها با پیگیری این حساب ها به گروهی از فعالان محافظ کار رسیدند که کیلومترها اون طرفتر از ماساچوست در ایالت اوهایو پشت کامپیوتر نشسته بودند از آنچه در حسابها گفته میشد واقعا نمیشد تشخیص داد که گوینده اهل ماساچوست نیست در نگاه اول تصور میکردید با رای دهنده های عادی از ماساچوست طرف هستید نه با سیاسی کارانی از ایالتی دیگه متاسفانه به اونها به مقصود خودش رسیدند روبات ها اونقدر سر و صدا درست کردن که برخی خبرگزاری های رسمی درباره این شایعات نوشتند اونها در نوشته هاشون به توییت‌های های روبات ها استناد می کردن. خبرنگاران نوشته های روبات ها رو با یه پوشش مردمی واقعی اشتباه گرفتند خبرگزاری هایی که این مطالب رو منتشر کردند یک رسوایی مصنوعی رو تشدید کردند در نهایت کوکلی در انتخابات شکست خورد و براون به کرسی مجلس سنا دست یافت. احتمالا هر بار که وارد توییتر میشید و توییت ها رو میخونید با حساب های ربات ها هم مواجه میشید. تشخیص ربات ها معمولا چندان دشوار نیست. متن پیام های اونها بعضا جمله بندی به هم ریخته و ضعیفی داره. این متن ها به طور معمول با زمانبندی دقیقی منتشر میشند. ظاهرا ربات ها خیلی پیچیده به نظر نمیرسند پس چرا بعضی از تحلیلگران میگن که همین ربات ها و لشکرهای سایبری دموکراسی رو شکست دادند شاید به این دلیل که حرف زدن درباره ربات ها آسونتر از تمرکز بر مسئله نگران کننده اصلیه چرا میشه به این آسونی و با ابزارهای بسیار ساده در ساز و کارهای دموکراتیک اختلال ایجاد کرد؟ به این سوال خواهیم پرداخت اما پیش از اون بیایید تا نگاهی دقیق تر به این روبات ها بندازیم رقابت انتخاباتی سال 2016 میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ رو به یاد بیارید بسیاری درباره نقش روبات ها در اون انتخابات گفتند. شرکتی که به ترامپ مشاوره میداد قول داده بود که لشکری از ربات ها رو برای کارزار انتخاباتی او مهیا کنه این شرکت ادعا می کرد که ربات های هوشمندش گروه های مختلف مردم رو با دقت آماج نقطه نظرات حامی ترامپ و مخالف کلینتون قرار میدن قرار بود برای این کار از اطلاعات مبتنی بر روان نگاری استفاده بشه یعنی اطلاعاتی مبسوط که از صفحات رای دهنده ها در فضای مجازی استخراج میشه ابزاری که اونها توصیف میکردند بسیار پیشرفته بود اما شواهدی که در دست داریم نشون میدن که هیچ وقت از چنین ابزاری استفاده نشد با این حال هواداران ترامپ کارزار اینترنتی موثری به راه انداختند همین موضوع نشون دهنده نکته بسیار مهمیه در پروپاگاندای اینترنتی برای پیروزی نیازی به ابزارهای هوشمند و تاکتیک های پیچیده نیست همین توانایی محدود روبات ها برای از پادر وردن طرف مقابلشون کافی بود رگبار حرف های ها به قدری نیرومند بود که حریفشون احساس درموندگی میکرد و فرصتی برای فکر کردن و فراهم کردن پاسخ مناسب نداشتند فصل چهارم یادگیری ماشینی کافی نیست به مسئولیت پذیری گردانندگان شبکه های اجتماعی هم نیاز داریم آموختیم که برای دستکاری نظرات مردم نیازی به فناوری‌های پیشرفته نیست برای اون که از دروغ پراکنی در شبکه های اجتماعی پولی به جیب بزنید یا در کارزار سیاسی خودتون از اونها استفاده کنید کافی با تیترهای جنجالی توجه مردم رو جلب کنید یا تعدادی ربات ساده داشته باشید در اینجا به پرسشی برمیگردیم که در فست قبل مطرح شد چرا دموکراسی اینقدر در برابر ابزارهای ساده آسیب پذیره؟ پاسخ رو میشه در مقررات مربوط به شبکه های اجتماعی پیدا کرد این شبکه ها حالا همون جایگاهی رو در جامعه دارن که در گذشته روزنامه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی داشتند اما مقررات اعمال شده بر شبکه های اجتماعی بسیار ملایم ترند کمیسیون فدرال انتخابات نهادی نظارتی در ایالات متحده است که قوانین وضع شده در زمینه جنبه های مالی رو اجرا میکنه این کمیسیون در سال 2006 اعلام کرد که کارزارهای اینترنتی از حوزه اختیاراتش خارجند البته این تصمیم شامل آگهی های سیاسی نمیشه اما کمیسیون انتخاباتی آمریکا نظارتی بر خبرهای جعلی و دروغ پراکنی با استفاده از ربات ها نداره. دیدیم که کمیسیون انتخابات نمیتونه کاری بکنه. اما آیا دولت آمریکا ابزار دیگری برای مقابله با دروغ پراکنی در دست داره؟ بند 230 قانون ارتباطات که در سال 1995 تصویب شد، به شرکت های اینترنتی اجازه میده که گفتارهای مخرب رو حذف کنند این بند همچنین به شرکت در صورتی که در این زمینه اشتباه کنند مسئولیت میده در واقع شبکه های اجتماعی در آمریکا از بند دیویست استفاده می کنند. اونها برای حذف نفرت پراکنی های آشکار و گفته های خشونت آمیز واضح مثلا نوشته های یهود ستیزانه نئونازی ها به همین بند استناد می کنند. با این حال شرکت ها با استناد به همین قانون در مقابل مطالب سیاسی مسئله مثل دروغ پراکنی دست روی دست می زرند. مدیران این شرکت ها عقیده دارند که تعیین راست و دروغ کار اونها نیست بند 230 به این شرکت ها اجازه تصمیمگیری در مورد این مطالب رو میدن اما اونها از این قدرت استفاده چندانی نمی کنن چرا؟ شاید به این دلیل که این کار با عقاید آزادی خواهانه مدیران سیلیکون ولی در تقابله برای متوقف کردن سو استفاده های موجود ساختار سایت ها به تحولی گسترده و ناگهانی نیاز داره یکی از کارکنان فیسبوک در مصاحبه با نویسنده کتاب گفت که این شبکه اجتماعی قول پی کر مثل هواپیمایی که هنوز کامل ساخته نشده اما به پرواز در اومد در پایان کار به سوالی دیگه میپردازیم آیا میشه حضور ربات ها رو در شبکه های اجتماعی به کلی ممنوع کرد؟ در سال 2018 سناتور آمریکایی دایان فاینستین در لایحه‌ای همین پیشنهاد رو ارائه کرد اون لایحه تصویب نشد چون قانون گذاری علیه ربات ها ممکنه در تقابل با آزادی بیان قرار بگیره در ضمن حتی اگه قانونی علیه ربات ها گذاشته بشه باز هم مشکل دروغ پراکنی کاملا حل نخواهد شد چون انسان ها هم میتونن اخبار دروغین پخش کنند. به عنوان مثال ارتش 50 سنتی وابسته به حکومت چین لشکری هماهنگ و منظم از انسان هاست که وظیفهشون پر کردن فضای وب از تبلیغات حکومتیه قانونگذاری علیه روبات ها جلوی این فعالیت ها رو نمیگیره بنابراین بهتر روی رو تغییر بدیم به جای اینکه به ربات ها بپردازیم به باید نگاهمون به جریان اطلاعات باشه رباتی رو تصور کنید که از یادگیری ماشینی استفاده میکنه چنین برنامه از صحبت های افراد در شبکه های اجتماعی یاد میگیره که دائما شیوه سخن گفتن خودش رو بهبود ببخشه و به انسان های واقعی شبیه تر بشه حالا تصور کنید که این برنامه با کسی چت کنه و اون رو قانع کنه که مقاله‌ای در رد گرم شدن کره زمین منتشر کنه از همین گفتگو داده های زیادی به دست میاد ربات داده ها رو تجزیه و تحلیل میکنه تا بفهمه چه راهکارهایی برای قانع کردن طرف مقابل موفق هستند و چه راهکارهایی ناموفقند ربات در مکالمه های بعدی خودش نتایج این تزیه و تحلیل رو در نظر میگیره ترسناک به نظر میرسه بله اما روی دیگه سکه رو هم باید دید از یادگیری ماشینی میشه برای مبارزه با دروغ پراکنی هم استفاده کرد ربات سنج از یادگیری ماشینی استفاده میکنه تا تشخیص بده که کدوم حسابهای تویتری متعلق به ربات ها هستند این ابزار برای یافتن ربات ها هزاران ویژگی هر حساب رو تجزیه و تحلیل میکنه برای مثال این برنامه به دوستان الگوی فعالیت و لحن نوشته های هر حساب نگاه میکنه پس از انجام تجزیه و تحلیل به حساب ها نمره رباتی داده میشه این نمره به کاربران نشون میده که با آدم سر و کار دارند یا با ربات و بنابراین یکی از مهمترین منشه های دروغ پراکنی رو به خوبی لو میدن به نظر میرسه که برخی کارها مهمتر از اون هستند که به طور کامل اونها رو به ربات ها بسپاریم سخن پایانی آموختیم که وضعیت رسانه به کلی متحول شده در روزهای آغازین اینترنت بسیاری از افراد از پایان انحصار نهادهایی مثل روزنامه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی خوشحال بودند متاسفانه حاصل دسترسی نامحدود به منابع خبری بدون هیچ گونه نظارت نه افزایش مشارکت اجتماعی بلکه بیاعتمادی به نهادهای دموکراتیک و ایجاد فضای مناسب برای دروغ پراکنی بود دو حالا در دورانی زندگی می کنیم که تشخیص راست از دروغ از هر زمانی سختره تره حکومت اقتدارگرا با استفاده از ربات و لشکرهای مجازیشون به تمسخر و تهدید مخالفانشون میپردازند. در کشورهای دموکراتیک هم نیروهای سیاسی از ربات ها برای دروغ پراکنی و تضعیف رقبای خودشون استفاده میکنند سه دروغ پراکنی همیشه انگیزه سیاسی نداره گاهی افرادی سودجو برای کسب درآمد از تبلیغات سایت ها و صفحاتشون از تیترهای دروغین و جنجالی استفاده میکنند. چهار ممکنه که چنین وضعیتی باعث تضعیف یا حتی نابودی دموکراسی بشه حالا شبکه های اجتماعی جایگاهی رو در جامعه دارن که در گذشته متعلق به رسانه های رسمی بود اما شرکت های گرداننده این شبکه ها برخلاف رسانه های رسمی خودشون رو مسئول مطالب منتشر شده نمیتونند پنج برای رفع مشکلات موجود حکومت ها و شبکه های اجتماعی باید هرچه سریعتر اقدام کنند شش حکومت ها وظیفه دارند که قوانین سخت ایران تری علیه دروغ پراکنی وضع کنند و این قوانین رو اجرا کنند هفت شبکه های اجتماعی وظیفه دارند که جلوی فعالیت روبات ها رو بگیرند برای یافتن روبات ها میشه از یادگیری ماشینی استفاده کرد البته یادگیری ماشینی به تنهایی کافی نیست بلکه باید از اون در کنار راستی آزمایی دستی مطالب استفاده کرد تا اثر بخشی کافی رو داشته باشه امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی رضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا